سلام و خدا، سلام و شبتان بخیر. امروز دوشنبه 20 جولای 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 10 جون 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب ایرانانیوز خوش آمدید. سرخط مهمترین خبر. تأکید با آغاز گفتگوهای بین الافغانی. افغانستان د سولې شورا هیله داده، د دوی غوښتنه داده چې موږ وکولای شو د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړۍ پیل شي. انتقاد از بی‌توجهی کمیسیون انتخابات در برنامه های انتخاباتی. روند ثبت نام تقویتی حداقل 10 روز قبل باید از اصل عملیات آغاز می شد. و نگرانی ها در مورد افزایش تنش در پرونده هسته ای ایران. مشروع خبرها. ارگ پس از دیدار رئیس جمهور با زلمه خلزاد فرستاده امریکا برای سال افغانستان میگوید دو طرف روی آغاز هر چیز زودتر نخستین دوره گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. اما زلمه خلزاد گفته که برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی به آمادگی نیاز است. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در دیدار با زلمه خلزاد خواستار پایان خشونت ها و برطرفی نگرانی شهروندان از مبهم بودن تلاش های صلح شده است. خالد نیزاد گزارش میدهد. ارگ گفته که رئیس جمهور غنی در دیدار با زلمه خلیلزاد برای آغاز هرچه زودتر نخستین دور و گفتگوهای بین الافغانی رایزنی کرده است. اما آقای خلیلزاد در تویترش نگاشته است که در این دیدار روی ایجاد اجماع داخلی برای صلح و نیازهای منطقوی به شمول تحرکات مثبت در روابط افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. دکتر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو پایل شریکی کړلې او همدارنګ د قطر راتلونکو ناسته چې د هغې میزبان قطر هیواد دی، تحصیل کننده چې دی هغه به جرمني هیواد وي، د هغې په اړه باندې مشورې وشولې. د افغانستان د سولې شورا هیله داده، د دوی غوښتنه داده چې موږ وکولای شو د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړۍ پیل شي. زلمه خلیلزاد گفته که آغاز گفتگوهای بین الافغانی نیازمند آمادگی است. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در دیدار با آقای خلیلزاد خواستار پایان خشونت ها و برطرفی نگرانی های مردم از مبهم بودن تلاش های آمریکا در روند صلح شده است. در زمانی که گفتگوهای صلح جریان داره، انفجارها و بمباری ها و عملیات شبانه، اینا ضرر می رسانه به پروسه صلح، کمک نمی کنه. قرار است زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با مقام های افغان با طالبان در قطر دیدار کند. اما آجندای این دور رایزنی های خلیلزاد با طالبان چه خواهد بود؟ خروج نیروهای خارج از افغانستان است. دوم موضوع عدم استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان. این دو تا مسئله تا هنوز حل نشده و به نظر می رسد که در دوره هفتم باید رویش یک توافق صورت بگیرد. در ادامه 8 دور سفرهای زلمه خلیلزاد قرار است او با نمایندگان گروه طالبان در دوحه 7 دور مذاکرات را آغاز کند. مذاکراتی که انتظار می رود هم چارچوب و خروج نظامیان خارجی را روشن کند و هم زمینه ساز گفتگوهای بین الافغانی شود. کمیسیون مستقل انتخابات هیچ برنامه برای آگاهی دهی در مورد ثبت نام رای دهندگان روی دست ندارد. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آگاهی دهی از چگونگی ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری به اساس یک طرح معیاری باید 10 روز پیش از آغاز ثبت نام آغاز میشد. آگاهان میگویند این کمیسیون میلیون ها دلار به منظور آگاهی عامه بودجه در دست دارد. دیانا صمدی با جزئیات بیشتر در این مورد. آغاز نامنویسی تقویتی رایدهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری نخستین آزمون بر اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات بود، اما با گفته آگاهان این روند را با ناکامی آغاز کردند. آگاهی دهی در مورد این ثبت نام مهمترین مسئله بود که تا حال کمیسیون انتخابات نتوانسته آن را عملی کند، تا جایی که یک عضو این کمیسیون در صفحه فیسبوکش روند ثبت نام رایدهندگان بدون آگاهی دهی را به نماز خواندن بدون حضور تشبیه کرده است. آگاهی عامه روند ثبت نام تقویتی حداقل 10 روز قبل باید از اصل عملیات آغاز می شد. اما امروز ما شامل روز سیم هستیم، تا کنون ما پلانی نداریم در این رابطه. با
پلان هنوز ترتیب نشده و یا حداقل برای تایید اعضای کمیسیون نرسیده. سه روز از روند نامنویسی تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد و تا اکنون نزدیک به 2000 رای دهنده خودشان را نامنویسی کردند. آگاهان انتخاباتی می‌گویند کمیسیون مستقل انتخابات باید بر اساس جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری یک ماه پیش روند آگاهی دهی به مردم را آغاز می‌کرد. پیش دیگه ثبت نام تقویتی شروع شد و باید مامورین نزا در ساحه میرفت بر مردم تبلیغ میکرد که در یعنی تاریخ بر دینی مرکز مامورین انتخابات میآید، شما آمادگی داشته باشین برین ثبت کن خود. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز نگران از عدم اشتراک مردم در روند نامنویسی تقویتی به دلیل نبود آگاهی آمند. هیچ برنامه آگاهی با مردم داده نشده که شما کجا برین، در کدام قسمت برنامه ثبت نام است، کدام اسناد ضرورت است، ای پروسه تا چی وقت دوام پیدا میکنه و چی گونه میتونیم که ثبت نام بکنیم. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند بودجه روند نامنویسی تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به 12 میلیون دلار است و از این رقم 5 میلیون دلار به آگاهی دهی در این مورد اختصاص داده شده است. شورای نامزدان ریاست جمهوری در تازه ترین نشستشان تصمیم برای راه اندازی اعتراضات در روز نخست هفته آینده را گرفتند. شورای نامزدان هشدار می دهند که در نخستین اقدام جاده فرودگاه بین المللی کابل را مسدود خواهند ساخت. همچنان این نامزدان از رئیس جمهور غنی می خواهند تا در جریان هفته روان برای گفتگو با این نامزدان حاضر شود و یا هم از قدرت کنار برود. علی اصغری این گزارش را تهیه کرده. شورای نامزدان ریاست جمهوری میگوید تا توان اخیر در برابر ارگ انعطاف پذیری نشان دادن و حتی خواستن موزل کنار رفتن رئیس جمهور غنی از قدرت را از راه گفتگو حل کنند. لیک میگویند با آنها فرصت گفتگو دادن نشده است و از این رو آنان آخرین هشدار را برگ میدهند. اگر باز هم دولت تمکین نکنه بعد از او ما در تمام ولایات و در تمام نقاط شهر حرکت های مدنی خود از تمام و نقاط شهر شروع میکنیم. هراس از تجمعات مردمی و پیامدهای ناگواران در چنین شرایط حساس امنیتی وجود دارد. به نظر میرسد که برنامه شورای نامزدان هم سنجیده شده، زیرا در خلال چند روز زمینی راهپیمایی هایشان را طرح ریزی میکنند. هر حرکتی که از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری صورت میگیرد در چارچوبی سیاست کلان افغانستان و حفظ ثبات افغانستان خواهد بود. پرسش سرنوشت ملت است و پان دادن به جنگ زرگری میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور برحال. حالا چی باید شد؟ در شرایط امنیتی و اقتصادی بعد که در افغانستان وجود دارد اعتراض ها و اعتصاب ها و بندش راه ها به خیر افغانستان هست و نه هم تکربی های رئیس جمهور به خیر افغانستان. مشکل در تفسیرهای متفاوت ماده 61 قانون اساسی درباره زمان کار حکومت وحدت ملی وجود دارد. تفسیر اخیر دادگاه عالی در این مورد سبب شد تا ارگ موقف خود را جنبه قانونی داده و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور غنی و شریکش در قدرت باقی بماند. یک ملا امام در ولسوالی خاک سفید فراه 12 تن از نزدیکانش را به قتل رسانیده است. سخنگوی پلیس فراه میگوید این ملا امام که عضویت گروه طالبان را نیز داشت، 6 عضو خانواده خود به شمول زنان و کودکان و 6 عضو خانواده یکی از خویشاوندانش را با ضرب گلوله کشته است. این ملا امام مسجد با ضرب گلوله کلاشینکوف 12 تن را کشته است. 6 تن از افراد کشته شده به شمول زنان و کودکان اعضای خانواده خود ملا بودند و 6 تن دیگر از نزدیکان این ملا بودند. سخنگوی پلیس فرا میگوید که این ملا امام عضویت گروه طالبان را داشت و عملیات برای بازداشتش آغاز شده است. یک تن از طالبان که باشنده ولسوالی خاک سفید می باشد در نخست فامیل خود را تعداد 6 نفر را به قتل می رساند و تعداد 6 نفر دیگر از همسایه‌های خود را نیز به قتل می سارد. موصوف از محل فرار می کند و تا اکنون علل و عوامل آن معلوم نیست. نیروهای امنیتی ولایت فراه انشالله در آینده نزدیک موصوف را دستگیر کرده و پنجه قانون می سپارد. باشندگان محل می گویند که این ملا امام تکلیف عصبی داشت و کشتار این افراد ناشی از تنش‌های خانوادگی بوده است. به گفته آنان طالبان مسلح این ملا امام را بازداشت و با خود بردند.
در 24 ساعت گذشته ساحه غرب کابل گواه 3 قتل بوده است. یک دگربال ارتش در ساحه کمپانی و دو تن دیگر در دشت برچی توسط افراد مسلح غیر مسئول به قتل رسیدند. فرماندهی پلیس کابل با تایید این رشته ترورها میگوید چند تن را در این پیوند بازداشت کردند. سمی جهش با جزئیات بیشتر. زانوری شام یک شنبه در نزدیکی خانه‌اش هنگامی که میخواست دخترش را از کودکستان بیاورد با دو فرد موتورسیکل سوار روبرو می شود. نخست پول و موبایلش را می گیرند و با ضرب چاقو نوری را از بین می برند و فرار می کنند. یک ساعت زخمی افتاده بود در روی خاک غلطک زده، یک ساعت یک و نیم ساعت. اما تو جان داده. دیگه ما دیگه از این بیشتر چیزی گفته نمیتونه. 6 سال از ازدواج رضا نوری می گذرد، مردی که دو دختر از او بجا می ماند. خانواده نوری خواهان تامین عدالت بر عاملان قتل او هستند. بچه ما خوب خدا ببخشه رفت دیگه. خودی خواست ما از حکومت این میست که از این به بعد یک رقم چی کنه که اینمی لاتا و اینمی ببند برای کوچه رو بگیره دیگه. در بخش دیگر غرب کابل یک دگروال ارتش نیز از سوی افراد مسلح غیر مسئول در درازای 24 ساعت ترور شده است. فارمی بادرنگ در کمپانی دگروال شهید کردن، در اونجا بوده یک بند خدای دیگر در فارمی بادرنگ کشتن، در اینجا می بند خدای دیگر هم قبلا کارمند اردو سرباز اردو بودی بند خدا. یک تن دیگر نیز شب گذشته در منطقه دشت برچی در یک فارم بادرنگ کشته شده است. پلیس کابل هم قتل 3 تن را در غرب کابل تایید می کند و می گوید که در این پیوند چندین مظنون را تاکنون بازداشت شدند. در غرب کابل اگر این موضوع را شما بگین جرم اتفاق افتاده اما عاملینش بازداشت شده، تنها در بازار کمپانی. این گورستان ها در کنار رویدادهای انفجاری و به گفته مردم بیشتر قربانیان رویدادهای جنایی را نیز در دل خود به خاک سپرده است. سید رضا یکی دیگر از این قربانیان رویدادهای جنایی است که امروز اینجا به خاک سپرده می شود. سمی جهش، آریانا نیوز، کابل. ادامه تنش‌ها در مجلس نمایندگان حیثیت این خانه را در سطح ملی و جهانی به تمسخر برده و راه حل آن تا هنوز مشخص نشده است. شماری از نمایندگان مجلس با ابراز این مطلب میگویند اگر حکومت برای رسیدگی به این معضل مداخله کند، بحران دیگری در مجلس به میان خواهد آمد. رفیع صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد. بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس نمایندگان نزدیک به یک ماه است که تنش‌ها را برای عدم حضور رئیس مجلس تجربه می‌کند و نمایندگان مجلس بدون آجنده برای ابراز نظر در تالار گرد می‌آیند و نشست‌ها بدون نتیجه به پایان می‌رسد. شماری از این نمایندگان می‌گویند که نباید زمینه برای مداخله حکومت فراهم شود و بر بنیاد قانون دادگاه عالی نمی‌تواند با موجودیت مجلس فیصله درباره تنش ایجاد شده نماید. ریاست جمهوری یا ستر محکمه کوشش کوي چې زمنګ د پارلمان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. اگر ما تصمیم بگیرین ارسال این گپ توسط حکومت در حالی که در همه ابعاد خالی از حکمت است چی معنا داره؟ اما برخی از نمایندگان مجلس میگویند یگانه راه حل تنش ایجاد شده رفتن به یک تصمیم مصلحتی است، زیرا راه حل قانونی بنبست را ایجاد کرده است. به خاطر خدمت بر مردم برن مجلس بگیرن تا راه حل مشورتی را پیشنهاد کنن، نه قانونی. بحث قانونی فکر میکنم ما دیگه نداریم. داد ملت پر تاس مسلم حق ده چه تاسی سکوی اگه وگوری رای در کردی ساسی در اتک اساس ده ملت رای دی. ملت خبر که پدی خبره چمنګ دلته څخه وسم کړي. با این حال شمار دیگری از نمایندگان مجلس تاکید می‌ورزند که به درازا کشیده شدن تنش در مجلس به سود هیچ کس نیست و ادامه آن به بحران بزرگ مبدل خواهد شد. شهروندان از ترمیم نشدن پل کمپانی کابل انتقاد می کنند. پل کمپانی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های فصل زمستان گذشته تخریب شده بود، اما به گفته شهروندان حکومت تاکنون نتوانسته است این پل را ترمیم کند. به گفته مسافران ولایت‌های جنوبی و غربی به دلیل نبود پل ساعت‌ها زمان می‌برد تا مردم از راه‌های فرعی وارد شاهراه شوند. در این میان وزارت فواید عامه می‌گوید که قرار است تا یک هفته دیگر پل معقد برای رفت و آمد در کمپانی ایجاد شود. سمی جهش این گزارش را تهیه کرده. سیلاب های پی در پی زمستان سال گذشته بیشتر باشندگان پایتخت را به چالش کشاند. شکست و ریخت پل کمپانی
یکی از کلانترین آسیب‌های بود که به مردم رسید. ماها می‌گذرد که پل کمپانی فرو ریخته و مردم با استفاده از راه‌های فرعی رفت و آمد می‌کنند. شهروندان می‌گویند که رفت و آمدشان به ساعت‌ها به درازا می‌کشد و با چالش‌های فراوان روبرو‌اند. یو مریض یا حادثه کیږي یو مریض کیږي لغی خورازی دلته 3 ساعت 4 ساعت لاره بندې. ډیر سلوی کانتینر دلته راوړل مصرف پی وک او بیرته لدی انتقال کوي وړل. مصرف دغلته 2-3 کانتینر مصرف پیک بیرته کړی. پل کمپانی کابل را به میدان وردک، غزنی، ولایت‌های جنوبی، غربی و ولایت‌های غربی وصل می‌کرد. اما به گفته مسافران و رانندگان تا اکنون هیچ اقدام برای دوباره سازی این پل صورت نگرفته است. خاتمه از حکومت است که پل جور کنه دیگه. این است 5-6 ماه شد ما دهی زحمت دهی خاکباد دهی خامه میریم. اما وزارت ترانسپورت میگوید برخی افراد زمین ها را در دور پیش پل کمپانی غصب کردند و این کار مانع دوباره سازی معیاری پل شده است. فعلا هم دو پل در اونجا ما در نظر داریم. پلی که سابق بود فعلا هم در مراحل تدارکاتی است. ما نمیتونیم که بدون مراحل تدارکاتی رو کارش آغاز بکنیم. طبعا پل دومی هم در جریان می هفته انشالله کار شروع میشه. نزدیک به 4 ماه می شود که پل کمپانی در اثر سیلاب های زمستان گذشته تخریب شده است. اما حکومت در این مدت 4 ماه قادر نشده است که این پل را برای مردم اعمار بسازد. گفته می شود که یگانه پلی است که ولایت های غربی را با پایتخت وصل می کند. سمجهش آریانا نیوز، پل کمپانی کابل. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان. ایران اسلامی. آژانس بین المللی انرژی اتمی از افزایش تنش بر سر پرونده هسته ایران ابراز نگرانی کرده است. یوکیا امانو مدیر این آژانس در بیانیه خواهان حل تنش ایران با آمریکا از طریق مذاکره شده است. شورای عالی امنیت ملی ایران حدود یک ماه پیش اعلام کرد که در اعتراض به خروج آمریکا از برجام و کوتاهی کشورهای اروپایی امضا کننده این توافق در عمل به تعهداتشان، ایران دیگر به محدودیت ذخیره سازی یورانیم پابند نیست. در همین حال وزیر خارجه آلمان هم به منظور گفتگو با مقام های ایرانی در مورد پرونده هسته ای این کشور وارد ایران شده است. دادگاهی در هند 6 نفر را به اتهام تجاوز گروهی به یک دختر 8 ساله مسلمان در منطقه کشمیر هند مجرم شناخت. بر بنیاد گزارش ها حکم نهایی این افراد به زودی اعلام خواهد شد. جسد این دختر خردسال سال گذشته میلادی در جنگل های اطراف شهر کتوا که در کشمیر واقع است پیدا شده بود. مردان بازداشت شده از جمله یک مقام دولتی سابق بازنشسته، 4 مامور پلیس و یک پسر نوجوان همگی بخشی از جامعه هندوهای این منطقه هستند که با مسلمانان کتوا بر سر مالکیت اراضی این منطقه اختلاف دارند. با خبر اقتصادی خوش آمدید. بهای ترکاری و برخی میوه‌ها در ولایت فراه به پایین‌ترین رقم آن رسیده است. در این میان 1 کیلو بادرنگ 1 افغانی، 1 کیلو بادمجان سیاه 1 افغانی و بهای 1 کیلو بادمجان رومی و بامیه تا 3 افغانی کاهش یافته است. کشاورزان میگویند محصولاتشان در بسیاری موارد حتی به همین قیمت پایین هم به فروش نمی‌رسد. بیشترین محصولات کشاورزی در ولایت فراه به پایان ترین قیمت رسیده و این مسئله نگرانی جدی کشاورزان را برانگیخته است. از این میان بهای 1 کیلوگرم بادرنگ 1 افغانی، 1 کیلوگرم بادمجان سیاه 1 افغانی، 1 کیلوگرم بادمجان رومی 3 افغانی، 1 کیلوگرم بامیه 3 افغانی و 1 کیلوگرم تربوز 1 افغانی. ما در شک آورده الان کس کیلو 1 کیلو رو نمی‌خواد. کله اورده نمیدارم منو دارم کس نمیخوام. بادرنگ اورده پلاستیک 20 روپیه. موږ د خلکو شی باید لږ خرڅې، باید ووځي، باید د خلکو ته وشي، موږ وطن ته باید وشي. دا خود را کم نکړه. کشاورزان در این ولایت خواهان بازاریابی عاجل به محصولاتشانند و تاکید دارند که حکومت باید برای محصولات کشاورزی سردخانه ایجاد کند. پلاستیک 1 نیم روپیه کرایه میگوري کی میاره؟ دیگه ای کارگر و خود و مصرف و زحمت و خود شما بیتر میکنم. یک بوجی سمی سکه با 4000 بیه، یک سطل سمی با 4000 بیه. باور کردم پولم و مزدوره که ما بلی خواری میکشه که منا بشه.
رئیس زراعت فرا میگوید نبود سهولت ها برای صادر شدن محصولات کشاورزی فرا به دیگر ولایات به ویژه مرکز به دلیل اصلی کاهش در محصولات است. دی او اخرو کی یو خبر مشترغلی دی د باز تجارانو د خلی البته چې ګو کې محصول چې وکابل ته ومنوزی الته سکنر خراب دی او د ډیر وخت ډیر موټر د تربار وخت ته کابل په دروازې کې ولر دی چې زه امیدوار یم دا موضوع واقعیت ونه لري که واقعیت ولري دا واقعا یو غټه ضربه ده. ولایت فرا از جمله ولایت حاصلخیز است و به چندین ولایت میوه صادر میکند. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 65 پول، یک یورو 89 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه پاکستانی 537 افغانی و 1000 روپیه هندی 1130 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 27.12، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 30.17، مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 32.16، جلال‌آباد نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 38.22، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 39.20، غزنی نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 27.7. تشکر از امرویتان به خبرهای آریانا.